آقای عزمی سلام بر شما تشکر از وقتتان صحبت ها را شنیدین واکنش ارگ ریاست جمهوری را هم شنیدین شما چه فکر میکنین که چین آیا در واقع پس از همه تلاش های اخیرش میتونه افغانستان را به شکل عملیش در تأمین ثبات و صلح با طالبان همکاری بکنه و اگر بله چگونه به نام خداوند بزرگ سلام خدمت شما های عزیز تلویزیون بارها تاکید کردم و بازم تکرار میکنم که تروریسم خوب و بد نمیشناسه مرز و سرحد و قوم نمیشناسه و جنگ افغانستان نه تنها یک جنگ داخلی است بلکه منطقه و همسایه ما هم از از این جنگ ضررهای زیاد دیدن از جمله خود سازمان های تندروی که در بعضی مناطق چین است در کشورهای همجوار ما است و چین منیس یک کشور قدرتمند اقتصادی عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و امو برای زندگی دیگیش که در این مذاکرات که ایرات متحده امریکا، چین، پاکستان و افغانستان به خاطر یک سال پایدار در افغانستان تلاش میکنه نقش مؤثر خود داره و برای حکومت افغانستان به کار است که با یک دیپلماسی فعال ابتکار به دست بگیره و تشنفتا. از تمام امکانات همسایا که اونا هدفشان از بین بردن تروریسم و آوردن صلح نه تنها در کشور ما بلکه در منطقه است باید پذیرایی کنند آقای اعظمی خبر تازه امروز شنیدیم هرچند میخوایم بحث مقایسه نقش چین روسیه و ایالات متحده کشورهای بزرگ را در افغانستان با شما بررسی بکنم اما خبر تازه ای بود که آقای دوستم امروز میگه که قرار است با یکی از سران ارشد طالبان و او هم ممکن در جنوب افغانستان ملاقات بکنه و ممکن 80 درصد مشکلات امنیتی و جنگ افغانستان را هم حل بکنه شما رئیس نماینده مردم در مشران جرگه آیا از چنین چیز خبر دارین و تا چه حد این گفته آقای دوستم واقع بینانه است ما معتقد به ایستم هر پروگرامی که به وجود می هر سولی که ابتکار شما باید به دست بگیریم او باید با عزت باشه فراگیر باشه و تمام گروه های درگیر جنگ در افغانستان در او باید سهیم باشه و این وقت میتونه که میسر شوه که کشورهای امسایی ما صداقت نشان بده و حمایت جامعه جانی با یک نظارت عزمی. و ما... قوی ما... بین وجود داشته باشد مشخصا در مورد گفته آقای دوستم از شما پرسان کردم تشکر از نظر شما آیا از این مسئله آگاهی دارین آیا این مسئله واقعی بینانه است آقای دوستم از یک طرف لشکرکشی میکنه و طالب میکشه و طالب از بین میبره از طرف دیگه میخواد با یکی از سران طالب گفتگو بکنه و او هم در جنوب افغانستان ما متقین به ایستم که افغانستان رای نظامی نداره رای حل اساسی شمی باعزت با عزت آبرومن با حفظ دستاورد هاست هر پروگرام یا هر کاری که صورت میگیره باید از طریق حکومت افغانستان با حمایت جامعه جهانی صورت بگیره تشکر. و ما از این موضوعات اطلاع کامل و دقیق ندارم تشکر آقای عظمی